لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا با ایراد سخنانی در کنفرانسی در زمینه مسائل امنیتی در سنگاپور خبر از انتقال بخش قابل توجهی از ناوگان جنگی دریایی این کشور به منطقه اقیانوس آرام تا سال 2020 را داد. در حال حاضر ناوگان نیروی دریایی آمریکا به طور شکل مساوی بین دو اقیانوس آرام به اطلس مستقر شدند، ولی استراتژی جدید این کشور بر مبنای افزایش نیرو تا 60% برای اقیانوس آرام و 40% برای اقیانوس اطلس است. وزیر دفاع آمریکا با رد این ایده که افزایش حضور این کشور در منطقه اقیانوس آرام عامل ایجاد چالش با چین است گفت تلاش ما برای افزایش حضورمان در آسیا کاملا با رشد و توسعه چین سازگاری دارد. اما آقای پانتا ضمن هشدار به مدرنیزه شدن ارتش چین افزود که ما باید هوشیار، قوی و آماده مقابله با هر چالشی باشیم. نیروی دریایی آمریکا در حال حاضر 285 ناو جنگی در اختیار دارد که نیمی از آن در اقیانوس آرام مستقر شده است. بودجه نظامی چین هم قرار است امسال به 100 میلیارد دلار افزایش یابد.